میدونید مواردی داره اینا میگن تا صراحتا میگن دو سوم جمعیت جهان اضافیه، باید کم بشه، دو سوم جمعیت جهان باید بمیرن. بر همین مبنا اینا اصلا مثلا تو مرکز CDC امریکا اینا بیماری تولید میکنن، بیماری هایی که ژنتیکیه، یعنی روی ژن خاص اثر میذاره. شما فکر میکنید همین دوره ای که رفتن گفتن تو فرانسه جاسوسی از مردم رو صورت گرفت واسه چهار تا اون بچه نفهم احمق نمیدونه چرا چی کار میکنه بدبختی بیچاره، اون طرف میخواستن داروهایی درست بکنن، بیماریهایی درست میکنن که رو ژن ایرانی اثر بذاره بیشتر، چون از این طرف هم به خاطر رفت آمدهایی که اصلا نمیتونن جلوی بیماری گرفته خطرناکه دیگه، درسته میگفتن یه بیماری باید بشه روی این اثر بذاره. اومدن یه طرحی رو انداختن که آقا تو فرانسه دارن یه کاری میکنن، مرکز مبارزه با سرطان زده شده، آب دهانتون ایرانیا با این چی میگم این گوش باکونا، حالا آب دهانتون میگی بریزید تو نایلون برای ما پست کنید، نه فقط برای شناسایی بانک ژنتیک مردم ایران بود. جعبه‌ای برای شما میاد با 4 تا گوش باکن. مینا آفریقایی. انگار کافیه بذارم گوشه رو بشون. بذارم توی جعبه و بفرستم. میتونه ژن شما بشه. یا ژن شما. ببین ژن خودمون برای کمک به هم دیگه نیاز داریم. زمان داره میگذره. ثانیه‌ها دارن میگذرن، دقیقه‌ها دارن میگذرن. مثل شناسنامه یا اثر انگشت منحصر به فرد است اما محرمانه. هر فردی داره شناسنامه ژنتیکی است. خاص خودش هم هست. دایه های ژنتیکی جمعیت شما رو به دست میاره. این نمونه میره توی آزمایشگاهی رمزگشایی میشه. حالا فکر از همه ایران 100 هزار تا نمونه رفت توی آزمایشگاه خارجی کشور. خب چه دردی میخوره این؟ سکانسر رو با هم مقایسه میکنه. میگه که بین ژنوم ملت ایران و ملت های دیگه یا غربی، اروپایی، آمریکایی فلان این تفاوت ها وجود داره. هم کاربردهای تجاری و دفاعی داره، هم کاربردهای تهدید و آسیب رسانی داره. هر چه باشد، جمع‌آوری اطلاعات شخصی و محرمانه افراد، آن هم توسط مؤسسات بی‌نام و نشان، یک تخلف جدی است. من چجوری باید به شما اعتماد بکنم که حتما به این بیمارا کمک میشه طرف من، با اینکه شما جای ثابت خاصی ندارید؟ برای رضای خدا می‌خواید کمک بکنید یا خیر؟ کمک کنم. شما آقای محترم با کشف مارکرهای خاصی تو ژنوم ایرانیان میرن اینا تو این قسمت آسیب پذیرن. کشف نقطه ضعف ژنتیکی توی جمعیت میدی یعنی چی؟ یعنی میتونم اونجا آسیب بزنم. موضوعی که هم سلامت افراد جامعه و هم امنیت ملی کشور را با خطری جدی روبرو میکند. در کشور ما هر شبت که نژادهای متنوعی رو تقریبا 17-18 نژاد مختلف رو داریم که اگر کسی اطلاعات ژنتیکی اونها رو بیاد داشته باشه، مقایسه کنه با نژادها و جمعیت‌های کشورهای دیگه، تفاوت‌هاش رو به دست بیاره، بر اساس اون تفاوت‌ها اون وقت میتونه هر دستگاری یا کاری دیگه میخواد انجام بده که این نژاد بهش حساس باشه و بالعکس. ما اگر برای تحقیقات روی بیماری‌ها هست، باید نمونه از بیماران سرطانی رو بگیریم، از بافت‌های سرطانی یا خونشون یا حتی از بزاقشون. اما اگر از جمعیت نرمال داره گرفته میشه این نمونه، باید سوال اینجا اول مطرح شه، از جمعیت نرمال چه چیزی رو میخوان پیدا کنن؟ سرقت ژنتیک این بار توسط یک کلیپ کلید خورد، طرحی که به احتمال بسیار زیاد متولی اصلی آن رژیم صهیونیستی است. این کار از نظر قوانین کشور ما و همه کشورهای کار قانونی نیست. بله، با این نمونه های کوچک از بزاق و ترشحات بدن به سادگی و با صرف هزینه های حداقلی امکان دستیابی به نقشه های ژنتیکی یک ملت برای دیگران فراهم می شود و در حقیقت ما با به اشتراک گذاری نمونه های زیستی و ژنتیکی خود رمزهای حیاتی زندگی من را بدون توجه به عواقب آن به دزدان این اطلاعات پیشکش می کنیم.